چگوییم همینیم که هستیم جان پیداست که تا شام ابد سرخوش و مستی
معذرت میخوام آقای حنونی، ممکنه بفرمایید اصولاً دستگاه موسیقی ایرانی چیه؟ این یک سوال بسیار جالبی است که از دو طریق میشه به این سوال جواب داد. یکی از طریق علمی و یکی از طریق برای مردمی که از نظر علم موسیقی هیچ اطلاعی ندارن و میخوان بدونن دستگاه موسیقی ایرانی چیه. باید من اینا یه مثالی برای شما بزنم. اولا دستگاه به طور کلی یعنی مقدار زیادی ملودی یا آوازهای ایرانی که با هم اختلاف داشته باشن و در اینی که اینا با هم اختلاف دارن با هم دیگه یک نسبتی داشته باشن، یعنی مقدار اصوات مختلف که با هم نسبت داشته باشن. به مثل واضحی بخوایم اینو تشبیه کنیم، باید بگیم که مثل خط مشهد، خط آذربایجان. یعنی ما از اینجا وقتی میخوایم بریم به مشهد، میریم به ورامین، بعد میریم به سمنان، بعد میریم فرض کنین به شهر دیگری و بالاخره میرسیم به مشهد. بنابراین در این خط مقدار زیادی شهرهای مختلف بوده، در صورتی که اگر بخوایم بریم خط آذربایجان میبایستی بریم به میانه، به جای دیگه، به جای دیگه و بالاخره به آذربایجان. همینجور در موسیقی ملودی ها رو اگر فرض کنیم به شهریه، یک ملودی یا یک آهنگ در یک قسمتی است، بعد آهنگ دیگری در جای دیگه است و آهنگ دیگری در جای دیگه است. در اینی که مشهد و سمنان و فرض کنید شهر نیشابور با هم اختلاف داره، ولی اینا با هم در یک خط با هم ارتباط دارن. موسیقی هم این همینه. فرض کنید که میگن دستگاه شور، الان شنیدیم دستگاه شور. اولا لغت دستگاه از کجا اومده؟ این یه جریان تاریخی داره، باید مطالعه کرد. به نظر شخص بنده فکر میکنم که گاه و دست باید باشه، ترکیب گاه و دست، یعنی جاهایی مثل یگاه، دوگاه، سگاه، چارگاه، مثل که چارگاه چهارمین پرده ساز میبایستی باشه، یگاه اولین پرده، شاید دومین پرده. همینجور این دستگاه ها عبارتن از گاه های مختلفی که در اونجا صداهای مختلفی اینا رو به هم ارتباط میده. همینجور در شور، شور وقتی که میگیم دستگاه شور، عبارت است از آهنگ های مختلفی که این آهنگ ها در یک جهت مثل یک درختی که میگیم به هم میرسن. شور بعدش گوشه‌ای داره سلمک، بعدش گوشه‌ای داره شهناز و گوشه های زیادی که ممکنه این سوال از آقای قوامی بکنید، گوشه های زیادی رو اطلاع دارن. آقای قوامی ممکنه لطفا گوشه های شور رو بفرمایید؟ بله، البته این گوشه هایی که فرمودید خیلی زیاده، چون مشکل حفظش بنده چون یادداشت کردم از روی یادداشت میتونم براتون بخونم. اولا 3 تا 4 تا درآمد داره شور. پشت سرش قطعی از گوشه هست به نام کرشمه، بعد رهاب، نقمه، حزین، سلمک، ملانازی، گلریز، ابو عطا، مجد سفروز، دو بیتی، بزرگ، خارا، قجر، پنج کردی، ازال، شور بالا، گریلی، رضوی، شهناز، قرچه، عقدگشا، حسینی، فرود، مثنوی، بیات کرد، راه روح، فرود، گریلی، هشتری، شهرآشوب. تمام اینها مرحقات شور. البته بله. خواهش میخوام. میخواستم سوال بکنم، الان درباره گوشه های مختلف شور صحبت شد. روی تخته شما نوت هایی که نوشتید شور هستش، میبینم که چند تا نوت هست و اگر شور فقط همین ها هستش، پس چطور یک گوشه تشکیل میشه؟ آیا همین نوت ها رو به طرق مختلف میزنن و یا نوت های دیگری هستن که گوشه های مختلف شور رو تشکیل میدن؟ بله، اجازه بفرمایید. وقتی که ما میگیم شور و این نوت ها که یک ردیف نوت های ما میبینیم به اسم لا، سی، دو، ره، می، فا، سول، لا، وقتی ما میگیم به این شور، البته در موسیقی ایرانی غیر از این 4 نوت اولیه که این 4 تا رو اگر اجرا بکنن احساس درآمد شور، یعنی شروع شور رو میکنیم،
این نوت‌های دیگه کمتر استعمال میشن، شاید هم اصلا استعمال نشن. مثلا آقای شهناز ممکنه این چهار نوت اولیه رو بزنید برای من؟ ملاحظه فرمایید همین چهار تای اولیه درآمد شور رو به ما میده. لا سی کرونا دو ره. حالا با این چهار تا شور رو برای من بزنید. این لا سی الان دوره دو دو سی لا میا سی دو سی لا. بله مرسی. مرازه فرمودید که فقط با این چهارتای اولیه ما درآمد شور زنیم. حالا اگر احیانا ما یک نوت دیگر به این چهارتا اضافه کنیم، نوت پنجم برای ما یک گوشه ایجاد میکنه، یعنی از حد شور یک قدری بالاتر رفتیم، اون سلمک خواهد بود و این سلمک میرم داره. بله. سوالی که داشتم این بود که الان آقای شهناز وقتی که نوت‌های اصلی درآمد شور رو میزدن روی یکی از نوت‌ها، فکر میکنم روی سی و روی ر بود، که چندین بار این نوت رو تکرار میکردن. آیا این یکی از خصوصیات موسیقیه؟ برای اینکه ما مثلا در آواز هم میبینیم که معمولا روی همون نوت چندین بار تکرار میکنن، توی موسیقی غربی مثلا نداریم. آیا این جزء خصوصیات موسیقی ماست؟ بله 100% جزء خصوصیات موسیقی ماست که در بعضی از نوت ها که همینجور ملاحظه میفرمایید ایست هایی داریم و شواهد مثل شاهد ها. ایست ها کارشون اینه که ارزششون در مقابل نوت های دیگه چندین مقابل بیشتره، و اگر احیانا ما اون نوت ها رو در یک جمله موسیقی چند بار اجرا نکنیم مثلا شور رو به دست نخواهیم آورد. چنانچه مثلا اگر نوازنده این ر رو نزنه، این لا رو نزنه، با سی کرون و دو و سول احیانا که در پایین هست یک جمله بزنه، هیچ شور به نظر آدم نمیاد. مثلا آقای شهناز ممکن شما بدونین که لا و ر یعنی سول و دو خودتون رو بزنین، با سی و دو که یعنی لا و سی باشه چند دفعه بزنین؟ یعنی بس. نه لا رو نزنین، یعنی سول سی دو. اجازه بفرمایید من اینجا با پیانو بزنم. ملاحظه فرمایید وقتی ما گفتیم شور لا رو که دارم الان من سی رو برای شما نمیدونم، موسیقی ژاپنی شد. بله موسیقی ژاپنی به دست میدید. پس مرادی میدونم که سی چقدر اهمیت داره و این ر و لا که نوت ایست و شاهد ماست و چقدر اینها ارزش داره. برای اینکه وقتی موسیقیدان در این چهار نوت مقدار زیادی بازی کرد، میره این روی این نوت میسته و همینو پایه قرار میده، یعنی مسافرتی میکنه، از اینجا میره به ورامین، شب اونجا میمونه. این اون نوتیست که به اصطلاح میگن که منزل اول. رو منزل اول وقتی ایستاد و اینو به جای این نوت قرار داد، شور دیگری پیدا میشه که شور چهارم فوقانی. ممکنه شور چهارم بالا رو آقای شور چهارم بالا، یعنی یه شوری که شهناز باشه. بله ملاحظه فرمودید که چقدر میشه ظرافت به خرج داد و رو هر نوتی با نوت‌های بالاتر پایین‌تر و فواصل بالاتر و پایین‌تر رو ازش استفاده کرد. آقای هنانی ممکنه بپرسم میکروتون چیه؟ میکروتون این لغتی است که شاید بتونیم بگیم اخیراً در موسیقی غرب این فواصل پیدا کرده. تون به معنی پرده است. پرده یعنی مسافت بین دو نوت
در صورتی که اون مسافت از نظر فیزیکی و از نظر قوانین آکوستیک یک مقدار اختلاف ارتعاشات دو نوت، یعنی اگر یک نوتی در اینجاست و نوت دیگر در اونجاست، ما اگر اومدن این دو نوت رو فرض کنید این لا این سی یک پرده بهش گفتن و این یه پرده رو به چهار قسمت کردن، چهار کما گفتن، یعنی ما گوشمون بتونیم که بشنویم به نه قسمت کردن، نه کما گفتن. اگر گوش انسان بتونه هر کما رو بشنوه این خیلی خودش گوش حساسی باید بشه. و ملاحظه می‌فرمایید که بین یک نوت تا دیگری خیلی اینا به هم نزدیکن، اگه چهار قسمتش کنن نه قسمت کنن خیلی بیشتر سخت خواهد شد شنیدن اونو تو. حالا اگر ما اون فواصل باز هم کوچیک‌تر کنیم، یعنی بین یک پرده تا پرده دیگر رو بی نهایت صدا باشه، پس خواهید دید که این صدا غیر قابل احساس کردن، یعنی من به شما نمیتونم بگم چه نوتی بود. بین این صدا و اون صدا هر چقدر صدای دیگری وجود داشته باشه اینا رو میتونیم بگیم میکروتون، یعنی قسمت شده به مقدار زیادی است از اصوات، در صورتی که درجه طبیعیش این یک پرده است. بین این دو نوت یک نوت دیگر وجود، این نیم پرده است، این یه نیم پرده، این هم یه نیم پرده، از اول تا دومی یه پرده. حالا اگر ما اینو بیان به مقدار زیادی از نوت ریز قسمت کنیم میکروتون به دست میاد و این هم امروز در موسیقی جدید دنیا به وجود اومده. آقای حنانه، در این میکروتون هایی که میگید ما دیدیم مثلا با تار لاغر ربع پرده رو میشه شنید روی تار، آیا روی پیانو هم این امکان هست یا نه؟ و آیا سازهایی هستن به طور کلی که نتونن جز پیانو، مثلا اگر نمیتونه سازهای دیگری هستند که اونها هم نتونن ربع پرده یا فواصل کوچکتر از نیم پرده رو به صدا در بیارن؟ سازهایی که نمیتونن این صداها رو در بیارن اینا عبارت هم مثلا پیانو، ولی در پیانو میشه کوک کرد، یعنی لا رو با سی به جایی که یک پرده کوک کنیم بیام سه رو به پرده کوک کنیم و سی رو کرون کنیم، یعنی یه رو پرده بیاریم پایین تر. و سازهایی که نمیتونن این عمل انجام بدن سازهایی هستن که ساختمان بیشتر سازهای خارجی مثل اوبوا که تا حد زیادی دیگه کلیدها نمیتونه اون عمل انجام بده، با لب، با فشار لب میتونن مقداری بسرن و اون میکروتون ها رو به دست بیارن. سازهای خود ما کمونچه به خوبی میتونه تمام نوت ها رو بزنه، برای اینکه میسرونه دست رو تمام میکروتون ها در میاد. تار پرده بندی داره امکان نداره، برای اینکه پرده جلوی ارتعاش آزاد رو میگیره. ویولون هم میتونه این کار بکنه؟ ویولون هم به سادگی میتونه، به همین علتی که بحث در اینه آیا ویولون میتونه احساسات ایرانی رو بیان کنه یا اینکه واقعا این ساز نمیتونه، بحثیست در این موضوع. و بقید من ویولون میتونه این احساس ایرانی رو بیان بکنه، ولی اون رنگ رو فقط نداره، رنگ ایرانی که فسکانی کمونچه داره و یک صدای خفگی قشنگی داره این کمونچه. اینی که بقید من سازهایی که بیشتر ساختمان آکوستیک دارن مثل اوبوا، کلارینت، فاگوت، این سازها نمیتونن اون میکروتون ها رو بزنن مگر با فشار لب ها که اخیراً خیلی مد شده به عنوان گلیساندو. و پیانو هم نمیتونه آرپ میشه کوکش کرد. معذرت میخوام حنانه، مثلا سنتور هم که یه تاریست، یک سازیست از لحاظ فرم، از لحاظ نوع کار تقریبا شبیه پیانو، یعنی روی بله سیم بله نواخته میشه بله. آیا سنتور میتونه نشون بده این سنتور رو اگر کوک کنن فاصله رو میتونه، ولی احیانا اگر نوت بعدی بخوایم که این کرون نباشه چنانچه در شور اینجا مرازه میفرمد اینجا بکاره، یک دفعه اینجا یک رو پرده میاد پایین، در این موقع سنتور نوازان میان این خرک خودشون یه قدری تکون میدن و این عمل صحیحی نیست بقیده من. و به همین دلیل وقتی کوک کردن اگر این تکون بدن ممکنه ساز خارج بشه. در اینجور مواقع ممکنه دو تا سنتور به کار ببرن، یکی در موقعی که این نوت رو اجرا میکنه شور در اینجا میبکار و بعد که اینجا میکرون میشه سنتور دیگری شروع بکنه. برجت در سنتور هم قابل اجرای آزاد نیست مگر کوک بکنه. معذرت میخوام، من چون که از
سوالامو خیلی از شور دور افتاد. میبینم روی تخته نوشتید مثل اینکه حجاز. بله. آیا حجاز هم یک دستگاه دیگه موسیقی ایرانیه؟ نه خیر، حجاز این بحث رو ما ادامه میدیم وقتی که شور رو عرض کردم که مقدار زیادی گوشه داره و این گوشه ها تمام در همین گام اجراشتن با پس و پیش شدن نوت پنجم که کمی کرون میشه و احیانا در اینجا این فا در سوری خواهد شد، فا به کار بعدن در شور به صورت این علامت یک رو پرده بالا میره. وقتی که شور رو با این فواصل اجرا کردیم، حالا میرسیم، شور تمام شده، میرسیم به چهار مقام که این مقام خودشون، هر یکی از این مقام ها خودشون به اندازه شور گوشه های مخصوصی دارن. درست مثل میمونه که ما همون راه تهران مشهد رو گفتیم، حالا از مشهد راه های فرعی رو بریم، مثلا بریم به زاهدان یا بریم به سرخس، باز خود اونا ارتباط داره با مشهد و به نتیجه از مشهد به تهران. ما راه اصلی رفتیم، حالا اونجا 3-4 مقام پیدا میکنیم که یکیش افشاریست که همینجور ملاحظه میفرمایید این گام درست همون گام، یعنی هیچ فاصله تغییر نکرده در این فاصله ها همونه، این سی کرون داره، این سی کرونه، اینجا هم می کرون میشن می بکار که می ملاحظه هم اینجا می بکار داریم، ولی شروع نوت فرق کرده، اونجا از لا شروع میکردیم، اینجا الان بعضی ها از سول و به نسبه خود بنده عقیده دارم که از سی کرون باید شروع کرد افشاری رو. حالا ملاحظه میفرمه که نسبت عوض شده، یعنی ما اگر از اینجا شروع میکردیم حالا از اینجا شروع میکنیم. نوت های ایست و شاهد که یکی رس و یکی سی کرونه در اینجا اهمیت پیدا کرده، اهمیتی بیشتر از اون گام. در اونجا سیکرون چندان اهمیتی نداشت که اینجا الان خودش ایست شده، یک پایه شده. بنابراین اگر شروع کنه نوازنده روی این و این به ایسته، دیگه خواهید دید که شور نیست، از شور در اومدیم. ممکنه خواهش کنم که یک افشاری بنوازید. آقای همین رو اجازه میدید که واعده خودش همونطور که اونجا نوشتید حجاز مثلا ابو عطا بعدش زده بشه که طبق قاعده خودش بله باشه. افشاری یا ابو عطا، چون دو تا گام ابو عطا و افشاری یکیه. بله. ولی ایستا و شاهدا فرق میکنه. این که از ابو عطا حالا شروع کن، ابو عطا همین گامه داره، باز این ایست خیلی مهمه در اونجا، به جای اینکه در لا می ایستادن نوت اول، حالا اینجا این میشه ایست. این از نظر قاعده خودشون بله. عرض کردم بهتون که فرقی نمیکنه. بله بله، حالا ابو عطا رو میذاریم، فرق نمیکنه، هر دوشون یک گامه. بسید که چجوری باز بر میگرده توی شون ابو عطا آقای شهنگی حالا روی ریز داریم. Oh,
از آن را بود سرشکم ز جای مجگان را که کس نبسته ز خوشاک راه توفان را دل از تطاول زلف تو هم نمی نالد که گوی چاره ندارد جفای چوگان را به یک جای
معذرت میخوام آقای هنون، شما گفتین موسیقی ایرانی بر پایه علمیه، پس بدوه نوازی چیه؟ ها اجازه بفرمایید. بعد من نتونستم برای شما بگم که به چه مناسبت علمی و بدوه نوازی چیه. عرض کنم موقعی که ما اومدیم گام ها رو شرح دادیم، خواستم بگم که همینجور که در موسیقی غربی پایه موسیقی غربی به روی گام استواره، یعنی مقدار ملودی های یک موسیقی غربی رو اگر بگیریم و نوت های اضافه رو در بیاریم یک گام به دست میاریم که اون هفت نوته، همونجور مقدار ملودی های آواز ایرانی رو بگیریم و خلاصه بکنیم نوت های اضافه رو در بیاریم مقدار نوت به دست میاد که گفتیم همین شوره این هفت نوته. و این هفت نوت همینجور که از چارتای اول که درآمدشو فقط از این چارتا نوته بریم این نوت اضافه کنیم، در رفتیم یه قدری بالاتر و گوشه سلمک به دست ما اومده، در اونجا مقداری بازی با این سه چارتا نوت میشه، بعد میریم بالاتر و این نوتو تغییر میدیم، مثل این که ملازم فرمود اینجا تغییر دادیم، در این چارتا بازی میکنیم، یعنی اینجا. وقتی اینجا بازی کردیم گوشه‌ای که به دست ما میاد، آهنگی به گوش ما میرسه، شهنازه. بنابراین و بعد ادامه میدیم جاهایی که میخوایم بریم. حالا بداهه نوازی یعنی یک نوازنده یا یک خواننده وقتی که این نوت‌ها به دستش بود، یعنی با ساز کوک کردن و این نوت‌ها رو داشت، میاد شروع میکنه از خودش و از درون خودش الهام میگیره. یعنی یک نوازنده ممکنه این چارتا رو یک جوری بزنه که نوازنده دیگه وقتی میزنه جور دیگری اینا رو بزنه، ولی حدش از این چهار نوت خارج نشده. یعنی یه نفر سی رو پنج دفعه میزنه، دو رو یه دفعه، بعد اینو چهار مرتبه میزنه، اینو یه دفعه، یه نفر دیگه اینو 20 دفعه میزنه، اینو چهار دفعه، اونو یه دفعه. پس ملازم میفرمایید که انواع اقسام ممکنه از این ملودی پیدا بشه، ولی چه ملودی؟ همین ملودی. یعنی از این ما خارج نشدیم. بداهه نوازی یعنی یک اصلی رو داره نوازنده و اون اصل همین گام، بعد روی این گام شروع میکنه از خودش ملودی هایی میسازه. مثلا آقای بهاری ممکنه با شما درآمد شور این چهار تا نوت برای من بزنیم، بعد با اون شروع کنیم یک درآمد بزنیم. اول چهار تا پنج تا نوت شور رو بزنیم، ملاحظه فرمودیم؟ لا سی دو ره می. حالا شروع کنیم با این از خودتون یک درآمد بزنیم. بله خواهش معذرت میخوام، ولی این مطلب رو فرمودید که بداهه نوازی تا حدی اینه که نوازنده روی هر نوت چقدر میسته و چند بار تکرار میکنه. آیا همین موضوع که ما الان استاد بهاری رو شنیدیم نواختند، آیا همین فرم کار
در خوانندگی هم وجود داره؟ یعنی خواننده هم بر روی یک نوت ایست میکنه یا نه؟ البته 100%. خواننده مجبوره که روی نوت‌های اساسی، مثلا در نوت چهارم یا نوت اول که خیلی مهمه، همونجور که در موسیقی غربی نوت پنجم مهمه و نوت اول، در موسیقی ایرانی شاید چهارم خیلی مهمتر از درجه پنجمه، خوانندم در این روی این نوت ها ایست میکنه. و معمولا موقعی که اشعار روی سیلاب های کشیده شده مثل آ ا ا هست، در اون موقع روی این نوت ها ایست میکنه و اگر ایست نکنه اصلا شور نمیشه. و به همین علته که این حفظ کردن این فواصل، حفظ کردن در خودش نگه داشتن و ایست کردن روی اونها ایجاد شور میکنه. آقای قوامی شما ممکن حالا شور رو بخونین درآمد شد؟ بله، این درآمد شور البته چند جور همطور که فرمودید، خواننده آزاد، این بدیهی نوازی، یعنی که خواننده آزاد در حد، یعنی چارچوب همین چهار تا نوت. و درآمد شور ممکنه چند جور بنده روی سلیقه و ذوق خودم درآمد بکنم. مثلا فرض کنید یکیش از اینجا بیم جانو این یک جورشه. یه جورش هم به طور مثال، مثلا این دوتا هر کدومش یک شکل بود، اولی با دومی فرق داشت، ولی چند جوری دیگه هم میشه. هر کسی، هر خواننده‌ای با ذوق و سلیقه خودش میتونه اینا رو تغییر بده. پس هر دو شوره. بله، در چارچوب و هر دو هم در همین نوت هاست. ولی اون یه نغمه دیگری است، این یک نغمه دیگری. بله، فرق میکنه. پس معلوم میشه مقدار زیادی ما دادیم به دست نوازنده هنر رو. یعنی من نوازنده. یه سوالی معذرت میخوام از خود آقای قوامی داشتم. بله. آیا روی همون نوت وقتی میایستند همون نوتیست که مثل اینکه گفتید ایست نامیده میشه، آیا این همون چیز نیست که تحریر میگن؟ نه، تحریر درسته که روی یک نوتی میایستن، ولی تحریر اون چیزیست که مقداری دوره بر این نوت شروع کنن کار کردن. یعنی به طور مثال همون چه چه بلبلی که میگن چه چه بلبلی که چه چه میزنه، این درست حالت اونو داره. بله. که این... از گلو صداهایی مثل چه چه بلبل میاد بیرون. بله، ولی این چه چه این کارهای تزیین ما میتونیم بگیم. فرض کنید در نقاشی ما یه خط داریم، ولی این خط رو وقتی دورش کارهای هنری ریزکاری که میکنن اونو بهش میگن تزیین. و این تزیین در موسیقی هم وجود داره. در اینی که روی این نوت میسته، با این نوت شروع میکنه بازی هایی در حد اطراف و به پایین اومدن و به بالا رفتن. مثلا شما از روی ر، یعنی نوت بالا، یه تحریر بدین به پایین آقای قوامی. ملاحظه فرمودید ر رو در اینی که میخون، ولی اطرافش با دو و با سی مخلوط کرد، ولی با اینا بازی کرد چند دور و اینا رو به سرعت اومد روی ر دو مرتبه ایستاد. تغییرها مختلف هست، تغییرها مختلف هست. مثلا همونجور این در ر و دو بود. داره. یعنی دو نوت فقط گرفتن روش بازی کردن. برجت یه تزییناتیست که نوازنده برای این که یه کلام صاف به گوش انسان نرسه و درش یک کارهای هنری شده باشه، تحریر رو ایجاد کردن. تزیین در موسیقی ایرانی هم در حد تغییر روی پرده بالا و پرده پایین، یا نیم پرده بالا و نیم پرده پایینه، یا همونطور که در موسیقی شرق دور و حتی در موسیقی هندوستان هست، در حد میکروتون ها یا ربع پرده ای هست. بله، میکروتون ها و پرده و ربع پرده و در هر سه اینا میتونه باشه استفاده واقع بشه.
چنانچه در میکروتون ها میبینید که نوازنده یا نوازنده انگشت رو سر میده روی ساز و مقداری اصواتی میذاری که اون اصوات در گام ما نیست و اگر اونم ندن میگن با حال زد. آقای شهناز ممکن شما یه قدری با حال چند تا نوت بزنید، یعنی روش گلیسان دعایی بکنید، یه مالش ها و یک به اصطلاح تزییناتی. بله، ملاحظه فرمودید که آقای شهناز باز هنوز در این چهار نوت بودن و اگر نوت می رو اضافه کنیم به ره ما سلمک رو پیدا میکنیم. ممکنه آقای بهاری خواهش کنم که شما سلمک رو بزنید، یعنی یک نوت هم اضافه بر این چهار نوت بزنید. قوامی ممکن خواهش کنم شور رو با سلمک و شهناز شو لطفا بخونم. چگیز بهشتش دروی بکشایی که بامداد هگاهش تا روی بنمایی جا Oh,
جهان شب است و تو خورشید عالم آرای تو خورشید عالم آرای صبح مقبل از درش تو بازآی چه خونده شد؟ این قسمت اول که شروع شد شور بود، قسمت دومش سلمک همطور که مرز فرمودید از سلمک باز مجدداً فرود آمد توی شور. بله، پس بنابراین ملاحظه فرمود که مثل درست یک خط که شهرهای مختلف روی اون خط باشن، ما از مرکز حرکت کردیم، اومدیم در جای دیگه ایست کردیم و در اون محیط موندیم یه مقداری، دو مرتبه برگشتیم به سر جای اول. پس ملاحظه فهمه که فاصله مهمترین چیز موسیقیه. اصولا من میخواستم اینو بگم، اغلب تصور میکنن که موسیقی ایران یک موسیقی است که اصلا بر مبنای علم واقع نشده و هر کاری که دلشون میخواد میکنن، یعنی یه موسیقی دانساز چه میگه هرچی دلش میخواد میزنه، در صورت که این اشتباه بسیار عظیمی برگده من. چون اگر فرض کنیم که یک موسیقی مثل موسیقی ملت ما که همینجور ملاحظه فرمودی تا چه حد بر مبنای یک خطی قرار گرفته، این موسیقی بخواد بدونه بر پای علم استوار نباشه، نتیجتاً چه خواهد شد؟ نتیجتاً این که ما هیچ چیزی به دست خودمون نخواهیم گرفت، یعنی بی بندوبار ما هر کاری بخوایم اجرا میکنیم، درسته که اینجور نیست. و همونطور که موسیقی غربی بر پایه‌های علمی استواره، موسیقی ایرانی هم بر پایه علمی استواره، یعنی بر پایه گام. گام چی هست؟
گام مقدار نوت‌های مختلفی است که این نوت‌ها با هم فواصلی را ایجاد می‌کنند. همینجوری که از اینجا تا اینجا یک فاصله است، اینجا تا اینجا یک فاصله، اینجا تا اینجا یک فاصله. در موسیقی فرنگی فواصل طوری ایجاد شده، طوری طبیعتاً ایجاد شده که نسبتشون با نسبت فواصل ما فرق داره. مثلا یک گام فرنگی ما ایرانی ها وقتی این گام رو گوش میکنیم به دلمون همچین راحت نیست که وقتی که یک گام ایرانی رو میشنویم، این فاصله و این فاصله که فاصله اولین بست اول تا دوم ماست، نوازنده در اینجا یک نوتی رو به کار میبره که در موسیقی غربی نیست. میشه این نوت رو، معذرت میخوام آقای حنانی، این نوت رو روی پیانو بشنویم؟ چون پیانو این نوت رو نداره، یعنی این همون قضیه ربع پرده است، یعنی پرده‌ای که کوچیک‌تر از پرده فرنگی است. بنابراین فقط رو سازهای ملی ما داریم. ممکنه آقای یک لا سی کرون برای من بزنیم؟ فقط یه لا و سی، بعدش سی کرون، یعنی سول لا کرون. ما نداریم اینجا شما بزنیم. بله، این ربع پرده خاصیتی داره در گام ها که وقتی که ما از نوت پایه رفتیم بالا، یک حالتی به ما دست میده که این طبیعی تر از حالت فرنگی است. چون در موسیقی فرنگی این فاصله ها رو اومدن مساوی کردن و یک بحث جداگانه ای داره، ولی در طبیعت صدایی وجود داره که اون صدا، یعنی توازن بین دو نوت، اون چی که در طبیعت وجود داشته و ایرانی ها از طبیعت اون صدا رو گرفتن، این فواصل به دست اومده. یعنی شور یک گام طبیعی است، یک گامی که در طبیعت بوده و بعد هم خواهد بود و ما این از پدرانمون گرفتیم و به ارث بردیم. بنابراین میخواستم اینو بگم که موسیقی ایرانی هم بر پایه گام ها استواره و گام عبارت است از مقدار اصواتی که در یک نغمه وجود داره. یعنی اگر یک نغمه ای رو مثل همین زبان، اگر بیام یک زبانی رو، یک جمله ای رو ریه ها رو بذاریم یه جا، جیم ها رو یه جا بذاریم، لام ها رو یه جا بذاریم، یک الف به پته سه جیم چه پیدا میکنیم. همونجور اگر بیام یک نغمه موسیقی ایرانی رو برداریم و نوت هاشو تک تک، اگه دو تا لا بود یه لا، همه لا ها رو بریزیم یه جا، سولا رو یه جا، فا ها رو یه جا بریزیم، یک چیزی از مجموع اونا دست میاد که این خواهد بود لا سی کرون دو ره می فا سول لا. و این گام شوره و ما تا الان دیدیم که چطوری از لا میایم، از گام شور میایم به سلمک و حالا میریم شهناز رو اجرا میکنیم، که شهناز خودش در شهناز یکی از نوت های ما که نوت پنجم باشه در اینجا همون نوت است، در اینجا یک ربع پرده با اون نوت فرق میکنه و یک شهناز به وجود میاد. ممکنه آقا قمان خواهش کنم که شهناز رو بخونه. میخواستم اینا عرض بکنم که تایید فرمایش شماست که موسیقی ایرانی روی قواعد و اصول علمی بوده. نمیدونم سن شما اختزا میکنه، یادتون هست یا نه که استادای قدیم چجوری شاگرد درس میدادن. مخصوصا یک گوشه‌ای هست به نام کرشمه، وقتی ملاحظه فرمایید درست عین این نوت‌هایی که حالا معمول هست در مملکت ما و از روی نوت کار میکنن، اون وقت با شعر این آواز رو یاد میدادن به شاگرد که اون شعر توی مغزش بمونه و آهنگ رو با اون تلفیق بکنه که هیچ وقت فراموش نکنه. مثل فرض کنید که همین درآمد شور که حالا شما روی نوت دارید تعلیم میدید، اون وقت استاد به ما یاد میداد این شعر مرتبه هزار مرتبه به به از اون لب شکرینت، که این در کرشمه خونده میشد، حتی این یه واو هم بهش اضافه میکردن، هزار مرتبه به به
از آن لب شکرینت خدا کند که نباشد عجل به قصد کمینت. این همچی یاد میداد استاد باشه که هر وقت اون شاگرد شعر رو میخوند فورا این آهنگ هم میباد تو مغزش. برابر این اون وقت هم روی اصول نوت و قواعد علمی درس میدادن به ماها، اون تا اصل نوت نبود. برای به همین علتی که این نوت ها نبوده نمیتونستن این شعرها رو درست میکردن و همین نوت ها رو در او تکرار میکردن. حالا ممکنه شما از سلمک بریم بالاتر، بریم به شهناز. شهناز بریم.